هستیم. احتمالا در خبرها هم دیدین، میدونین که مهمانان عزیز ما کیها هستند. دوتا داداش درجه یک، موزیسین، خوشتیپ، خوش اخلاق، که شلواراشون هم عین دوقلوها عین همه میشن. خوش اومدین، خیلی مخلصی. ممنون، خیلی خیلی خوشحالم که تو این جمع فوق‌العاده حضور دارم امروز. آها، خیلی مخلصیم زانیار. چکی، من هم سلام میکنم. خیلی خوشحالم که اینجا شلوارمون هم با هم ست نکردیم، اتفاقی شده. ولی کفشتون اینه هم نه، اینه هم نیست. آخه قشنگ نیست بگم، نمیگم اینجا که بیشتر از اون من لباس. اگه اینجا نبودی میگفتم. آره. الان نگفتی. نه، از یه جا شلوار خریدیم. جدی؟ آره. آقا یه توضیح بدم در مورد رابطه من و سیروان. جالب بودم کلا به عنوان آدمی که خیلی با موسیقی قرابتی ندارم. داستانش این بود که ما یه بخشی خنده میخواد یه شری درست. نه 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 شر نیست. آقا یه بخشی داشتیم تو برنامه 90 دوربین 90، خیلی من دوستش داشتم و خاطر انگیز. آقا تو این بخش این بود که مردم مثلا چه می‌دونم موسیقی میفرستادن، آیتم میفرستادن، چه می‌دونم مثلا مشکلات محله‌شون رو میگفتن، حلقه نودی تشکیل میدادن. خلاصه خیلی بخش جذابی بود. بعد یه بخشی بود که مردم موزیک هم میفرستادن، مثلا موزیک میفرستادن ما تو برنامه پخش میکردیم. بعد یه روزی حالا اون میداش هر چقدر گشتم بچه‌ها این یکی رو پیدا نکردم. مثلا یه نفر فرستاده بود، اون موقع سیروان معروف بود دیگه، مثلا سال 87 این چیزی من میگم، اون 87 سیروان از 83 4 اینا معروف شده بود دیگه. من اصلا نمی‌دونستم سیروان کیه دیگه. بعد نه خب بابا نمی‌شد، نه اونقدر شناخته شده نبود. آره آره دیگه، حالا فرق نمی. آقا یه نفر مثلا فرستاده بود نوشته بود موزیک سیروان خسروی. بعد گفتم آره موزیک هم سیروان خسروی فرستاده، دستش درد نکنه. چند هفته بعدش ما آخر سال با بچه‌ها گفتیم که بیایم مثلا جایزه بدیم به اون کسایی که مثلا بهترین موسیقی رو ساختن، بهترین وله رو ساختن، بهترین ها رو گفتیم بسازن. گفتیم که یه جایزه بدیم. این بخش الان یه 30 ثانیه است، بریم با هم ببینیم. بعد من برمیگردم که آره برمیگردم میگم داستانش چی بود و چه اتفاقی رقم خورد. بریم ببینیم. برندگان عکسای ارسال شده به برنامه 90 رو با هم ببینیم. حمیدرضا مقدم فوتبال زمینی رو برای ما فرستاد. برنده یک دستگاه دوربین هستن ایشون. لوگو برای بخش دوربین 90 حمیدرضا خوشکار سدهی هستند. فقط در بخش موسیقی هم اسامی عزیزانی که برای ما فرستادن، من مهدی دولت، علی زیابادی، جواد مهرتدی و سیروان خسروی برندگان ما هستند که بهشون جایزه تقدیم خواهد شد. باشون تماس گرفته میشه و نحوه جایزه دادن هم بهشون گفته میشه. وای بعد آقا ما بازم من بعد نه اون موقع اینستا اینا که نبود، فکر کنم فیسبوک بود، حتی اونم نبود توی مجله فکر کنم. بعد این گفت آقا من اصلا نفرستادم بابا، من مثلا واسه خودم بابا من سیروان خسروی هستم لعنتی ها، من این کار کی فرستاده؟ مثل اینا بود که نقاشیشو بخش کردن. آره اونجوری بود دقیقاً. آره مثل توی مایا بود دیگه، مثلا آره. حسن حسینی، نه اکبر سیدی، سیروان خسروی اینا برای ما. مثلا اون موقع واسه خودش کنسرت می‌رفت و نه مثلا اسمی بود، اسم سری تو سرا داشت و خلاصه این داستانی شد که من گفتم ای بابا. بعد دیدم مصاحبه کجا، مصاحبه که آقا من نبودم بابا چی و فلان و فیسبوک اصلا نبود اون موقع. توی مجله بوده. توی مجله صحبت کرد. 14 15 سال پیشه. آره قضیه مال 87ه. آره 15 سال قبل. تو فیسبوک بود؟ نبوده. نه. فیسبوک فکر من یکی بچه‌ها گفت بچه‌ها تو اوج فیسبوک تو فیسبوک یا شروعش شاید اتفاقا معروف شاید نه. ما اصلا ما که نمی‌دونستم اینا. بعد بچه‌ها گفتن تو فیسبوک اومده پست. شاید هم فیسبوک نه پست می‌ذاشتن چیکار می‌کردن تو فیسبوک. نمی‌دونم چیکار می‌کردن. خلاص اونجا گفت آقا من اصلا هیچ کاری با برنامه 90 ندارم. 90 چیه ولم کن. مثلا من اصلا فوتبال نمی‌بینم. اصلا فوتبال نمی‌بینم. هنوزم فوتبال نمی‌بینی؟ نه ولی به هر حال چه پیش میاد جادوگر داری؟ نه جدی بابا، هر چی ما میزنیم باز این بالاست دیوونم کرد. ولی امشب تموم کارم، چون بازی ها سخت بود. سخت بود مثلا بعد بازی که خیلی سخت نمیشد به نتیجه رسید. قبلی ها رو مگه بر اساس منطقی زدی؟ در حال آره. الان آقا بذار الان مطرح کنم. من الان وسط قبل از شروع برنامه داشتم با پویان صحبت میکردم، گفتم آقا سانچو به نظرم باید دعوت میشد و خیلی بازی با اتلتیکو رو خوب بازی کرد. شما بفرمایید استاد چی فرمودن.
فکر کنم اسم دورتموند دینارم بود که آره آره این یک دو تا تیم که شد آره. فکر کنم اسم تیمه سانچو آه. سانچو رو فکر اسم تیمه من تو اول گروهی اول پرسیدم از دوستم شهاب گفتم سانچو کیه گفت نمیدونم گفتم حتما بازیکن نیست گفتم دیگه تیم قطعا که شهابم نمیدونه ولی تو فوتبالی تو دیدی بازی من نه شوخی نکن هیچی آقا اینا اصلا چیزی بهت بگم حالا در مورد اولا که ببین سلطان کری خوندنن یعنی اصلا من تازه کشفشون کردم من نه با زانیا که نه با سیروان یعنی کری میخونن در حد لالیگا یعنی الان میان چه کوریایی برام وایس از خودشون اجازه گرفته بوده وایس برام فرستادن یه سری آره یه سری کری خوندن با من این خیلی بد بود اون کوریاشونو با هم ببینید خیلی جالب بود بعد نکته داره کوریه که خیلی بد بود با هم ببینیم کوریا رو عادل جون خوبی ببین بازی فردا رو میخوای من نتیجهشو برات بنویسم که تو هم اونا رو بزنی آقای سیمون خواه ای واسه ما کوری بخون ای واسه ما کوری بخون سب کن حالا ادامه داره نه بابا من کلا میگم آخه یه جوریه عادل که نباید که چندم زانی آراده پنجم نه حالا جدی خواستی من بازه فردا رو اون چیزی که مد نظرمه برات می نویسم سیروان ببین حالا بازه بازم گل داره ولی خواستم حالا بگم که کوری زودتر نخون بهتر اینجوری متاسفانه مشکل تکنیکی به وجود اومده بود اون موقعی که من وایس دادم زانیار گفت بازی تموم شده و این نتیجه قطعیه و من یک اشتباه بدی کردم ببین فقط در نظر داشته باش دیگه خودت بهتر از همه میدونی اول شدن خیلی آسونه اول موندن سخته اونم 10 روز آره الان اوله و برای همین کوری میخونه دیگه من تو شونه به شونه داریم پیش آره ما با هم مثل هم با هم دیگه آره. بازی اول رو من و زانیار که از دست دادیم آره از دست که 5 امتیاز جریان نبودم ها اون چند 5 آلمان که میورد مجارستان دیگه این که دیگه اسکاتلند اسکاتلند بود آلمان اسکاتلند اولی بود سیروان اسکاتلند که ضعیف تره تو اصلا شما بگو 2 امتیاز اشتباه من میشدم الان ببخشید سوم یعنی چرا فوتبال نمیبینی؟ جدی میپرسم آخه جدی هیچ کن ببین تلویزیون ندارم آخه هیچ کن بازی ها نهیدی؟ نه بعد نه ماهواره یا تلویزیون فقط یوتیوب گوشی؟ من نصف بازی ها رو تو ماشین و اینا تو گوشی جدی چرا فوتبال؟ خیلی چیز مهمی رو دارین از دست میدین واقعا میگم یعنی راجبش هر فوتبالین انی تو کوچه نمیرم احساس چرا؟ تو کوچه من نمیرفتم تو دبیرستان میرفتم ولی زانیار تو کوچه من که اصلا بازی میکردم آره بچه کوچه بودی یعنی قشنگ نه تو جوانان وحدت بودم حالش نوجوان فجر بودم قبلش ولی فوتبال آره جدی آره. جدی آره تا 17 سالگی خیلی جدی بعد دیگه خیلی یهو غیر جدی دیگه کلا چی شد آره نمیدونم مصدوم و اینا زانو معمولا تاثیر سیروان فکر کنم نه من دیدی نسبت به قند نمیدونم شما اینجوری یا نه همش از وجدان داری احساس میکنی حال میده ولی کلا ضرر داره برات فوتبال هم یه همچین حالتیه نمیدونم چرا احساس میکنم ضرر داره نه وقت تو یعنی تلف ذهن رو مسموم میکنه و سودی هم نداره دیدگاه میدونم جالبی نیست راجع فیفا هم همینو میگه ها جدی خیلی اصرار زیادی داره بازی کنه میتونم برای اولین بار چیزی بگم آره. بگم دیگه بگو نترس آره ما بازی که میکنیم خب اصلا یه بار مثلا اینجوری که هرکی گفت تو چرا فکر میکنی بازیت از من خیلی بهتره گفتم مثلا فکر نمیکنم مقایسه مثلا چه میدونم قهرمان اروپا با لیگ 2 چینه مثلا من فکر نمیکنم بازی من اصلا بهتره بازیم خیلی بهتره بعد من مثلا النصر بردارم میگه خب مثلا این تیم عرباس پول دادن که قوی باشه میگم خب مثلا پرتغال بردارم میگه رونالدو داره تمومه میگم رئال میگه فان بعد خودش کجا برمیده فرانسه خب بعد بعد میگم خب یه تیم معمولی میخوای بردارم مثلا هم قدش میگه اصلا اگه تیم معمولی برداری بازی نمیم حالا اینو میخواستم اولین بار بگم دیگه اشکال نداره بگو آقا یه چیز بدی بگو یه چیز بدیه دو تا دیویدی فیفا رو تا حالا شکونده
ریلکس اینجوری کردم. فیلمم فای 20 چند. نه درست گفتی، فوتبال برای تو مسمومه. درست. آره. گفتم ببین. نبین. گفتم اینم از فیفا انداختم اون تو. من بازوهاتم دیدم عصبی نشو. قشنگ آب خنکم از هر جا اسکردی فوتبال مسموم بد میکنه. آره به خاطر همین گفتم نبینه. آره نه. بهتره. یعنی بچسب به موزیک. عجب از پاره کرد و یعنی دوبار. دوبار. هر دوبارش هم دیویدیش رو زانیار خریده. هی من کیسه خلیفه میبخشه. بعد هی قیچی میکنم میگم خب بده به خودم. مثلا یه گیم دیگه بگیرم، یه چیز دیگه بگیرم. میگه نه، این باید نابود میشد. ولی جدی بچه‌ها بهتون پیشنهاد میکنم یه دوره‌ای حتی به عنوان تمرین. الانم که بهترین تورنمنت، یعنی این تورنمنت در سطح ملی از این سطح بالاتر دیگه نداریم. الانم که دیگه از گروهی گذشتیم، بازی‌ها تقریبا همه‌شون خوبن. یه ذره وقت بذارین کیف کنین. عادل یه اتفاق آره باحالی افتاده در ببخشید در اینستاگرام من دیدم، این چون شاید یه پلی باشه بین حرفه شما و فوتبال، بعضی از گلای معروف فوتبال رو، بعضی از پاسای جذاب رو برداشتن تو بعضی از پیجا، بعد اسلو موشنش کردن به عنوان یک اثر هنری، انگار یه کلاژه. مثلا سمفونی سه برامس رو گذاشتن روی گل مثلا زیدان به لورکوزن. گل برکمپ رو میشناسه واد این قدم زده فوتبال برکمپ. آره. مثلا آداجیو آره. آلبینیونی روی گل برکمپ. آره. ترکیب اینا یک انگار یه چیز جدید خلق کرده. آره. به نظر میاد کم اینا رو ببینید چرا از این منظر کیف مثلا اون حرکت برکمپ که توپو تو مثلا انداخت بالا. آره. مثلا زمان ایتالیایی باجو فکر کنم بازیکن نیجریه بود دروازه‌بان دریبل کرد خیلی زاویه بسته. نه اون اسپانیا اون با جام جهانی 92 بود. 92 نه ایتالیا با اسپانیا بود که کشید این بر بعد 90 آره 94 آمریکا 94 تو آمریکا بود دیگه. کجا پنالتی رو خراب کرد دیگه. بله بله 94 آره یه بازی بود فکر کنم اسپانیا بود. اسپانیا بود اسپانیا بود 2-1 بود که رفت اون تا. تو با جورم فالو می‌کنی؟ آره تنها بازیکنی که آره های فقط واقعا روبرتو بدون... رو آره بدونش دلیلی ازش خوشم میاد. استایل و قیافه و اصلا آره نمیدونم چرا جام جهانی 94 یوها ازش خوشم اومد دیگه. با طرفدار ایتالیا بدونه خیلی دوست داشته روبرتو اونجا رو علاوه بر اینکه اصلا خوش تیپ و پرنسی کاراکتر خیلی هم حضور نداره، همیشه مرموز بود و نمیدونی دقیقاً چیکار میکنه. اینش خیلی باحاله خیلی. ولی من به زندگیش که فکر کردم یه همچین بازیکن بزرگی احتمالاً از بعد از اون پنالتی که نزد شبی نباشه وای. که دیگه به اون یعنی زندگیش به قبل و بعد از اون هیچ وقت به نظرم تا دم مرگش هزار بار با خودش مرور کرده که آقا میزدم این ور میزدم اون ور. خیلی لحظه وحشتناکی حتی با بارسی خراب کرد با جام خراب کرد بارسی خب آره ولی بارسی بز رو کاشت. آره اون دیگه یعنی آره اون تبر آخر رو زد نه تا اطلاعات تا اونجاست آپدیت نشه. حتی 94 آخرش بود. ببین 98 هم یه چیزا یادمه 98 باز باجو پنالتی رو زد اونجا ولی بعد دیگه 98 باجو آره به فران یه پنالتی توی حذفی بهش خورد که گل کرد اون رو که روش یه تبلیغ هم ساختن. من یادم 98 اصلا باجو بود. آره آره بچه تقلب بسید. من یادم نمیاد 98 پنالتیه رو گل کرد. یه تبلیغ ساختن که اون پنالتیه رو با این پنالتیه میکس کرده بودن که این کامبک زده بود. آره آره قطع کامل من نیستم ولی درگیر نیستم. هوادار نیستی؟ نه متعصب نیستی؟ نه نه اینم با حال یه فرم دیگه آره. بعضی از آزاری که ماها میبینیم و شما آره. خب خسته نباشید. ساعت 6:40 است. ما 40 دقیقه دیگه بودن 50 دقیقه دیگه با شما هستیم و زانیا رو سیروان اینجا هست. ساعت سیروان و زانیا به ترتیب سنی اگه بخوام بگم چپ چپ نگاه میکنه خیلی مثل که حساس رو اینجا. نه بابا اصلا چرا منم یکم گرخیدم از نگاهش واقعا. بازوش هم تو اکسلینم اصلا از اون به بعد یکم لکنت گرفت. حالا داستان من بعد از اون خاطره قشنگی که ساختم برای خودم و سیروان بعدم فهمیدم وقتی شما ارتباطی نداشتیم من اون سیروان مثلا کارم دیگه نداشت. 2014 برنامه جام جهانی می‌خواستیم بریم. 2014 میشه 8 سال قبل. بعد 10 سال. 10 سال قبل آره دیگه. 10 سال قبل. بعد گفتم خدایا ما چجوری سیروان رو پیدا بکنیم؟ ما دنبال می‌گشتیم که یه موزیک مخصوص بسازیم واسه جام جهانی. خلاصه فکر کنم علی بحرینی فکر کنم شماره‌تو گرفتم اگه اشتباه نکنم از نویسنده ورزشی بود
و بعداً اومد تو کار ترانه‌سرایی و نبودا فکر کنم آرم آهنگ 90 بود آهنگ از اون اول شد اول آره فکر کنم اون بود جدی؟ آره آره بذار اون تصویرش رو پخش بشه شاید خودمون جفتمون یادمون بیاد اصلا اولین همکاری که تو افتخار دادی نه اشتباه میکنم واسا اینو ببینیم قدم به سمت بنده ها این اون بعدش بود یا قبلش بود اون بعدش بود این اول بود این 14 بود پدر من در اومد تا مجوز اینو گرفتم پخش شد خیلی هم کم پخش شد آره. یعنی اصلا پدرم در اومد تا این اوکی شد تا شعرشو بردم مرکز موسیقی سازمان و خلاصه کلی این ورم اون موقع میده که یه عالمه موسیقی ساخته دقیقا. میشه خب اونایی که باب میل ماشد خیلیش نبودن هی میگفتن نه اینا بگم بابا جون برام ساخته اختصاصی آره. ساخته میگم بابا سیروان کی بابا میلمون کن بابا جون بابا گفت آقا این اینجوریه خلاصه ولی خیلی خوب بود یعنی با وجود این که در بازی تیم ملی بود و بعد 24 بود و بعد من یادم یه کنسرت داشتم توی شمال اون قسمتی که میگن اون صدای مردم آره اون تو کنسرت صدای مردم رو ضبط کردم گفتم اینو تکرار کنید اون رو گذاشتم توی آهنگ فکر کنم 5 روز قبل موعد تحویل آهنگ بود و اینقدر سیروان آقا با شخص این اصلا بدونین که کوچکترین چشتاش مالی داشته و شما هم قشنگ یادمه الان درست مال 10 سال قبله گفتم خب مثلا این کارو برامو بکنه اینا بعد بدون هیچ چشتاش مالی تو ظرف زمان خیلی کمی خیلی فکر کنم فرصت آره. کم یه هفته شاید یه هفته آره. 10 روز حد اکثر 10 روز برام بعد این میرفت هی برمیگشت بعد یه بار واسه 90 هم که یه ریمیکس برامون کردی آهنگ معروف 90 و آره که رفتیم و بعد یه تیتراژ هم کاراش انجام دادی شهاب نجفی برامون ساخت تیتراژ تا دیگه سال پایانی 90 فکر کنم آخرش دیگه با اون میرفتیم که بعدش عوضش کردیم دیگه آها من فکر کردم با در واقع با تو از طریق شهاب آشنا شدم الان فهمیدم برعکس بوده با شهاب از طریق آره چون اسم شهاب تو پرانتز فردوسی پور بودم تا همین پارسال حالا اون که پس فقط من بعد سیو نمی کنم شهاب فردوسی پور فقط توی که آقای ابوالقاسمی رو ابوال سیو میکنی نه دوستان دیگه هم اصلا که مشکل آقای من چه شهاب چه ربطی به من داره هر چی ما از این بحث ابوال میخواییم فاصله بگیریم دوباره برمیگردیم آهنگر حالا یادت میاد دیگه که اصلا اسم رو نتونستیم بگیم آه اینجوری بود آره راست میگی اصلا یه خاطره دیگه آره چقدر من خاطره دارم با شما من خوندم تو آهنگ بعد عادل هر دفعه میگه آهنگ سیوان عزیز فلان بعد من نمیتونستم دیگه خوشبختانه از همون موقع تو الان کلا مشکلات داشت آره دیگه همیشه یه آهنگ دیگه ما یه آیتم خیلی خوب داشتیم تو 90 واسه هوادار تیم نساجیل آقا این برنامه 90 بوده یا دیسکو شما فوتبال بررسی می‌کردید الان 40 دقیقه است این آهنگ پخش بعد نه آیتم داشتیم فکر کنم دیدیش حتما یه پسره بود که نابینا بود طرفدار محمد مسافر یا مسافری طرفدار در یکی نساجی این نابینا بود میرفت بازی ها رو میدید یکی دوستی داشت به نام عادل که میاد بازی رو بهش گزارش میکرد یه گزارش خیلی خوب و درجه یک رفتن و گرفتن و نکته ای که در این بود یه آهنگ خونده بود سیروان دوست دارم زندگی رو آره. ما اینو گذاشته بودیم آره دوست دارم زندگی گذاشته روش آقا گفتن این مشکل داره بابا بیخیال آیتمه به این خوبی فلان مجوز داره با بدبخت یعنی یه جوری از یه چرا دوست داری زندگی چرا واقعا دوست داری آره یعنی چی چه معنی داره دوست داری زندگی واقعا عجیبه آره اینم از داستانه منو سیروان بچه کردی نه کرد من نگاه کردم هم کرمانشاه هم سنندج درسته
آره پدرمون کرمانشاهی بوده. یعنی اگه فقط کرمانشاهی بودین یه ذره بعضی از کردا آره مثلا میگفتن یه ذره خلوصش هم میشه. گرچه کرمانشاهی ها خیلی آدم های جذابی هن بچه ها. خیلی شهر قشنگیه، خیلی فرق میکنن با هم و لحجه فوق العاده زیبایی هم داره. ولی شما نصف کرمانشاهی نصف. بعد هیچ وقت این کرد بودن در موزیکتون هم جاری شده یا نه؟ ببین تو یکی دو تا ترک شده دیگه. آره دستی دستی ببین ناخواسته بوده. آره. ولی خودآگاه هیچ وقت این کار نکردم. شاید در ناخودآگاه بوده ولی خودآگاه نه. باور کن اینم مثل فوتبالی یکی از چیزایی که باید بهش فکر کنی. خیلی باحال. آره بهش آره بش از دستش نده. خیلی بهش فکر کردم یه روزی باید انجام بدم. تو یک گنجینه شاید چند هزار ساله موسیقیایی پشت سرتون دارین که خیلی‌های دیگه ندارن. آره. خیلی یعنی استفاده از ظرفیت موسیقی کردی برای کار فیوژن الکترونیک بی‌نظیر میشه به نظر. چون اینوری که خودم دارم فعالیت میکنم اون کاری که میخوامو نکردم هنوز. و میگم بذارین این یکم انجام بدم. اونم انجام بدم میرم سراغ کردی و دیر میشه. دیر میشه. باور کن انقدر موزیکتون آره. بی‌نظیر و زیباست موزیک در واقع خیلی شما خیلی سختیتون. چه یه چیز متفاوت یه کاری که نشده میگم یعنی این که به همین جوری فقط اتفاقا چون بحث موزیک ورزشیه انقدر موزیک کردی پر از انرژی اگه بخواین یه کاری برای فوتبال یا هر ورزش دیگه بسازین استفاده از اون حال و هوای ریتم کردی و ملودیاش به نظرم کار یونیکی در میاد. باید درست انجام بشه دیگه. دوست ندارم حالت سوء استفاده بشه که بخوای فقط آخه تو بلدی بگی بذار کردارم داشته باشم نمیدونم بذار اصفهانی‌ها رو دیدی بذار میرم مثلا تبریز یه ترکی هم بخونم. دوست دارم که واقعی باشه. تو هم کردی هم بلدی. آره وقتی بری سراغش واقعیه. میخوام درست بگم درست کوچیک کردی درست هم سراغش. آره یه چیزی بگم اب نداره. نه خواهش میکنم. آقا من گاهی حالا میخوام واقعا بحثی یه ذره دلیه گاهی یه ذره حس پیری یا گذشت سن میکنم. من چون خیلی از فوتبال انرژی میگیرم یا زندگیمو بر اساس حتی تورنمنت ها خیلی وقتا حوادث مهمه شد به یاد میسپارم یادم میاد. این چند روز من یه خبر خوندم راجع به میورا کازیوشی 57 سالشه دوباره دو هفته پیش در لیگ دسته چهارم قرارداد بست. دوره‌ای که هیدتوشی ناکاتا، هیروشی نانامی، یوشیکاتسو کاواگوچی تو اون تیم درجه یک بازی میکردن و یه چیز جالب هم که شاید حالا بعضیا ندونن حتی اون کارتون درجه یک کاپیتان سوباسا فوتبالیستار هم از روی کاراکتر در واقع کازیوشی میورا الهام گرفتن. و به خودم گفت بابا 57 سالشه و نگاهش میکنی شکمه صاف. نمیدونم کنفرانسش رو دیدید معرفیش به این تیم درجه یک خوشتیپ. آدم اینو که میبینه میگه که بابا زندن هنوز با همه وجود دارن زندگی میکنن. این از اون چیزایی که واقعا فوتبال به آدم میده. فوتبال ببین بچه ها تو رو خدا خواهش میکنم میبینن دیگه الان یه زمان ترک کردن دوباره میان برمیگردن. آره الان شاید همین تورنمنته که آره حداقل الان میدونم چه خبره. ولی بدون دیدن بهانه شده خیلی جدی شده براشا. آره. به من جون تو چی پیش بینی کردی؟ میگم مثلا فلان. من نمیدونم میگم حالا شل کن اصلا اعتراف نه خیلی مهمه الان امتیازم اینجوری میگم اصلا جایگاه خودش میگه زانیار هم جاش بد نیست زانیارم 10 روز اولم بابا 10 روز که همش اول نبودی 2 روز من اول بودم یه روزش ببین فقط روز که من اول بودم من مشترک اول سه تا بازی تو حالا دست دادم سه تا بازی دست دادی آره الان این الان واقعا خوشحالی آره واقعا میخواد نشون واقعا الان میشن نگرانم فکر میکنه اول میشی جایگاهم خیلی خوبه نگرانم نه الان واقعا فکر میکنه اول میشی تهش میتونه اول چه الان همه گنده همه گنده ها اینجا هم بجز مهدی پاکته ببین تهش امیدوارم که اول شه ولی بعید میدونم به جون خودم آخرش رامبد اول بود. آره رامبد ببین تهش رامبد رامبد اول برای تو نفرستاد اون گیف فرستاد گیف معروفه رو نه گیف نه وایس فرستاد که همون مثلا همه فرستاد که برای همه ببین مثلا سنتوال میکنه مثلا هر 20 نفر یه گروه ساخته نه برای هر کسی جداگونه میفرسته آره با صدا آره چیز بود و تاکید کرده بود که منم هیچ بازی رو ندیدم میخواستم یه بهش گفتم ببین من خودم
هیچ بازی رو ندیدم، ولی فرداش آخه من اول شدم. جادوگر تا مسیج زد فرداش اول شدم. آخه چی میشه نبینی جدی؟ رامود من الان فوتبال نمی‌بینم ولی جدول رو نگاه بنداز، همینجوری گفتم. دیگه جواب نداد. یه گیف داره داره اینجوری میکنه توش. اون سه چهار بار تو الان برای من. حالا امشب چی میشه؟ فرانسه بلژیک چی میشه؟ همه میشنون یعنی لایو دیگه. آره. خب نمیشه که بگم دیر شده دیگه اومدی. آها تو بازی نه تو بازی نیستیم. نه 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 من بگم تو 7 و نیم اونم نیست. فرانسه مثلا 10 و نیم فرانسه نه 7 و نیم فرانسه 7 و نیم بهتر نگی. میخوام برعکسش بزنم. تو بگو منم دقیقاً همین رو می‌خواستم بهت بگم که تو بگو من بزنم برعکسش. عمره اگه من بگم من بگم ببین قطعاً رو فرانسه بستی. من زدم 1-0 بلژیک همینجوری. جدی؟ آره همینجوری. بذار الان من بهت میگم. فکر کنم 2-0 فرانسه. آقا من بگم حالا که آره. به هر خیلی ممکنه مال من کپی کنن دیگه. آقا اگه اشتباه شد فوش ندید چون احتمالش خیلی زیاده. من فرانسه رو زدم 2-0 فکرام زدی. 2-0 فرانسه زدم. من 2-1 زدم فرانسه. 2-0 بعد پرتغال اسلوونی. پرتغال و اسلوونی رو زدم 1-0 طرف پرتغال. منم اینو 2-0 زدم پرتغال. 2-0 آره نمیگم من پرتغال رو همون پرتغال هم میزنم برامون 1-0 زدم فکر کنم باید گوشیمو نگاه کنم ولی بلژیک زدم بلژیک همونجوری الکی. شما مسی فنین یا رونالدو فن؟ من زلاتان. آه خوبه خوبه. ببین لواندوفسکی هم دوست دارم. انتخاب سخته آخه. توی چیزای کاراکتر مسی باحال‌تره توی چیزای کاراکتر رونالدو. ولی کلن شخصیتی مسی. آره. تو هم تو زلاتانی هستی. اون از همه بیشتر دعوایی بودی بچه بودی تو کمر رو میزدی؟ نه اصلا. چجوری پس زلاتانی هستی؟ خوشم میاد از آخه من خودم تو زندگیم تا دعوا نکردم ولی زلاتان خیلی دوست دارم. اصلا خیلی شخصیت جذابیه. من دعوا کتک زیاد خوردم ولی زلاتانی من نه آخه اگه مثلا زلاتانی نباید میبودم من خوردم. آره حالا دیگه شد دیگه. آره خوب خودم میند چی؟ شما مسی یا رونالدو؟ من مسی. من واقعا هر دو هم نمیتونم به نظرم مسی مادرزادی فوتبالیسته. یه حس اینطوری دارم. رونالدو بیشتر به تلاش. آره رونالدو یعنی مثلا 1000 گذاشته به اینجاست. به نظرم مسی مثلا همون 50 هم گذاشته باشه همینه. خیلی فوتبالیسته. به نظرم مثلا هوش عجیب. و واقعا باز از این حرفای متعصبانه کورکورانم بزنم آریان روبن اگه مصدوم نمیشد واقعا بازیکن در حد همین دو طرف خیلی بازیکن خوبی بود. نمیشه یه روزی آریان روبن رو باهاش صحبت کنیم؟ هیچ لینکی نداری؟ جدی میگم به خدا اگه بیاریش من میرم کنار این وای میسم باهاش عکس بگیرم. گریم میگیره اگه روبن رو بیاری تو. خیلی دوستش دارم. روبن مال کدوم تیمه؟ روبن تو بایرن. آریان روبن هلندی. دیگه سردنشینی خودت رو خراب نکن. بعد میگی چیزی تو خیال کردی سردنشینی خیال کردی مثلا خیلی شاهکار کردی. آره. نه نه حالا کلا میگم نه نفر اول پیش بینی که 207 خیلی خفنه. 229 امتیاز. نه نمیدونم کیه واقعا چه جوریه. امروز داشتم نگاه میکردم ببین نفر اول دور سوم عکسش بچه باش مسابقه گرفتن یا خانم عزیزی هست اصلا اینقدر کیف میکنه میبینه اینجور آدم ها اول میشن توی دمشق یه مرحله چجوری میشه جدی. حالا بچه فکر کنم عکسشو دارم فکر کنم میتونیم بریم عکسشو داریم بعد ولی الان نفر اول 229 امتیاز داره یعنی 50 امتیاز بالا 50 امتیاز تو بالا داره 229 خیلی زیاده. حتی رامبود هم دیگه حرفی برای گفتن. نه الان توی جدول ما کیا فوتبالی هست واقعا توی جدول رو بچه‌ها یه بار دیگه میشه ببینی جدول الان مهدی پاکتر من نمیدونم چقدر مهدی طبق وایسی که برای من گذاشت فکر کنم بدک نیست فوتبال دنبال میکنه. خب. شهرام میدونم فوتبالی هست. رامبوت که دوست عزیزمونه. ژوله که خب فوتبالیه فکر کنم. یزدانی هم فوتبال. حبیب خیلی فوتبال. رضا یزدانی خیلی براش حساسه این حالا با رضا هم صحبت خواهیم کرد خیلی براش حساسه این بازی. نه چقدر فوتبالیه نمیدونم فکر کنم فوتبالی باشه.
آره بابا دروازه‌بان هستن معلومه که علیرضا کمالی اگه به نقش رضا پروانش برگردیم که مشتی بود باید فوتبالی باشه. هوتن که اومد اینجا باهاش صحبت کرد، نبویان خیلی فوتبالیه و نمیدونم چرا 13مه به فکت باخته فکر کنم امیرعلی به قول خودش یه سری فکت آورده این یورو هم که فکتی نیست. حبیبم جا انداخته، حبیبم فوتبالیه کلی. آره نه نکتهش اینه که میگفتش که چرا باید دو امتیاز بگیری هر کی شرکت میکنه، من اینجوری باشه نمیتونم اختلاف امتیاز رو جبران کنم. بی خیال دیگه، حواسه هم هست دیگه. الان مثلا پژمان بازاری که شرکت نکرد اون ته جدول، یا علی شادمان نشسته اون ته جدول، اینا شرکت نکردن دیگه. حبیب جان یه وایس هم برای شما گذاشته بودن که چرا اینجوری باید باشه، بعد آخرش هم گفته بود مثلا چرا این محمد برانی باید اول باشه. حبیب جان وایساتون به ما میرسه، اگه نکته‌ای هست خودم بگید. پخشم در رابطه این دو امتیاز، این برای این بوده که شرکت کنن همه دیگه، یعنی ترغیب شن که شرکت کنن. الان دیگه همه ترغیب شدن. من میگم اگه اعتماد به نفس لازمه رو دارید، اونایی که شرکت نکردن الان دیگه همه زخمی شدن دیگه، اون دو امتیازهای همه رو بدید اونایی که بازیایی که یادشون رفته. آخه یعنی مثلا میخوایم اون چند تا بهت بدیم. آخه شدم و مبارک شما شده. 200 من الان نگاه میکنم که 207 کی اوله و 229 امتیازه. خیلی 229 چجوری اینقدر امتیاز گرفتن اینا آخه؟ اصلا 350 خورده هزار نفرم شرکت کردم و 229 امتیاز اسمش نیفتاده. 992 اولش اونه که اسمشون هست، خیلی خفن عبدالرضا ابراهیمی 225، یه خانم هم هست نسیم بختیار. آره دم همه‌شون گه خداش. 200 نفر 28م 216 امتیاز داره. ما خیلی لیگمون لیگ 2 ایم ما قشنگ، ولی تو همین لیگ 2 به هر حال اونم قهرمان خودش رو داره. تو که اینقدر تو کلکل خوبی فوتبال هم ببین دیگه، اون برش که خیلی خوب در حال لیگ 2 هم قهرمان داره. آره لیگ 2 به هر حال میاریم لیگ تو. یه بار یه بازی با هم عکس گرفتیم توی پرسپولیس بود، با پرسپولیس و اسد. پرسپولیس اسد بود که من گزارش کردم تو استادیوم اومده بودی. آره تو استادیوم رفتی؟ تو نبودی. شاید یه چیزایی نمیخواد به داداشش بگه نگو. خب دیگه استادیوم دیگه کجا رفت؟ حالا شاید تنها نم چه میدونم هزار چیز. قطعاً اون موقع تنها بوده تو استادیوم. شاید الکی گفته رفتم به استادیوم. قطعاً اون موقع تنها بوده استادیوم. عکس گذاشتم. حالا دیگه عکس گذاشته با من. من اونجا کسی نمیتونه ببره با خودش. ولی این شاکی شد به هر حال. نه تعجب کردم. آره بازی پرسپولیس اصلا فکر کنم با مکس هم گرفتیم. تو استادیوم رو نیستی؟ تا الان رفتی؟ یه بار رفتم. چرا؟ چه بازی؟ یادم نیست، ایران و مالزی همچین چیزی بود یا حالا تیم ملی امید بوده. چند چند شد؟ چی؟ کی بود؟ نمیدونم، فکر کنم یه نیمه نشستم. از دانشگاه رفتیم با بچه ها. آقا الان ما یه چیزی پرسپولیسی هم بذاریم. استادیوم پرسپولیسی من یه بار تو یکی از کنسرت‌ها فکر کنم تعریف کردم. من از اون کلاس اول راهنمایی که بودم کاپیتان تیم فوتبال مدرسه هم بودم. مثلا در اول دبیرستان که بودم کاپیتان تیم فوتبال مدرسه هم بودم. بعد یه حساب ویژه‌ای رو من می‌کردم بچه‌ها اینا، اونم گفتن تو استقلالی یا پرسپولیس؟ من گفتم من فردا بهتون میگم. همه منتظر بودن من چه جواب خاصی می‌خوام. اومدم خونه بسیار گفتم تو استقلالی یا پرسپولیس؟ گفت من پرسپولیسی. گفتم پس من استقلالی هم. تمامش. این کل دلیل انتخاب اتوار راجب این حرف زدی. یه چیزی بچه ها الان گفتیم چه ما خندیدیم ولی چه ور تلخی داره. این میگه که استادیوم بودی، بعد میگه اون موقع قطعا نمیشده. واقعا چرا یه استادیوم رو نباید خانواده ها بتونن همه با هم برن و در تمام این سالها نباید میتونستن همه با هم برن؟ خب مثلا سینما همه با هم رفتن چی شده؟ یا جای دیگه استادیوم چه فرقی داره؟ یا الان حالا الان نمیدونم خیلی بازه الان یا خیلی مثلا با هزار تا پروتکل بازن کنار هم که نمیشینن. باز این الان همینی که خیلی از ورزشگاه میرن یه قدم کاملا رو به جلوه، ولی نکتهش اینه که ما الان تو خیلی از ورزشگاه های شهرستان هست، استان خوزستان کلن هیچ خانمی نمیتونه به ورزشگاه در کمان ناباوری. بعد مثلا الان خیبر که اومده بالا کسی نمیتونه بره خانما، اصفهان نمیذارم، دقیقا کاملا سلیقه‌ایه. چرا؟ چرا؟ اصلا من اون روز یه سوال کردم از
شما گفتم شما دوست دارین فوتبال رو تو استادیوم ببینید یا پای تلویزیون؟ قطعاً شب با خودم آره شما هم هر دو و با هوتن فکر کنم جواب دادید قطعاً استادیوم. شب فکر کردم من چه سوال ابلهانه بدون فکری کردم که در یه جمع مردانه نشستم گفتم فلان بعد ستایی هم جواب دادیم و اصلا فکر نکردیم که این سوال در خیلی جمعهای دیگه اصلا قابلیت بله. مطرح شدن نداره واقعا. و مثلا میگم خواهر من که راجبش صحبت کردیم توی برنامه، خانومی که 10 سالم از من بزرگتر 53 ساله، فوتبالی تر، یکی از فوتبالی ترین آدمهایی که در زندگیم دیدم، الان 53 سالشه. چرا نباید از نوجوانی که اینقدر فوتبال دوست داشته میتونسته بره تو استادیوم ما فوتبال ببینه؟ چرا واقعا چی میشده؟ نه کسی منقلب میشده، هیچی نمیشده. یه خورده به این قوانین اینجوری واقعا دوباره جدی فکر کنین و همین الان هم به نظرم جلوی ضرر از هر جا بگیرین فایده است. آدم ها باید راحت بتونن برن، آدم ها فارغ از زن و مرد باید بتونن راحت برن فوتبال ببینن. به خدا ایشالله که اتفاق رقم بخوره. ما خواسته هامون رو سعی میکنیم قدم به قدم ایشالله عملیاتیش بکنیم. الان خواسته هامون در این حد، شاید یک کشوری بگی که الان مثلا ما داریم تو چند تا شهر مثلا نمیذارن، بعضی شهر رو میذارن بخندم به، ولی واقعا خواسته هامون در همین حد سطحیه، یعنی چیز بدیهی که کنسرت و سینما و این ور و اون ور همه اتفاق رقم میخوره. باید بدیهی ترین چیزی که اصلا اجازه بدن برن تو خواستم اجازه تو برای ما گزارش کنی. آره این دیگه خواستمون دیگه، حالا صحای خواستای حداقلیمون رو ان شاءالله که بهشون واسه واقعی مجازیش هم الان وی پی ان مثلا که دیگه بله. خب یه فعید، تو کنسرت خارج از کشور تا حالا نداشت؟ اولین باره دارم میرم. داری به کجا میری؟ کانادا. جدی؟ آره بالاخره. بالاخره چرا نمیرفتی؟ چون اون شرایطی که دوست دارم فراهم باشه نبود و این پی انداختم عقب انداختم عقب و دیدم که آقا یه جا باید من خیس شم دیگه، بپرم تو این آب اینجا نمیشه. ان شاءالله کیف کنی. آره و تو خیس میشی باش؟ آره دیگه، من و مازیار در واقع یعنی ایهام با ایهام با سیوان با همیم دیگه. ولی ما دو تا هم باشون برخیشیم دیگه، حالا که داریم میمیشیم. ولی خوب داره پیش میره. من مایو هم دارم، میتونم تو قرض بدم اگه فکر کردی گیر و گور اینه، من میتونم اینا تقبل کنم. آره بعد چون خیلی که هست خوشحالی بود دقیقاً دو ماه دیگه. آره بزنم به تخت، خوب داره پیش میره. سولدات و اینا اون آرش، چون اینجا هر وقت کنسرت میذاره، یعنی به فاصله یه چشم هم زدن کنسرتای تو. آره لطف دارن مردم. آقا راستش یه خاطره بذار بگم، وقت اونم که من خاطره از کن. آقا ما رفتیم کنسرت سیوان، کلی با هم دیگه برامون زحمت کشید، اونو گفتم برام کنسرت سیوان. آقا رفتیم ردیف اول، دو تا خانم کنار من بودن و بعد همینجا صحبت شد، بعد یکی گفت من مادر سیوانم، اون یکی هم گفت من خالش هستم. گفتم هیچ. بعد آره اون شب چی بود؟ بازی های لیگ قهرمانان اروپا یه بازی چمپیونز لیگ بود. خب من حالا دقیقا گفتم بازی رو نمی‌بینم، نتیجه رو دیگه میتونم مثلا پیگیری بکنم. آقا من نشستم اینجا، مادرش و خالش این برای اونم که نشسته بود. بعد آقا این شروع کرد خونده، اینا همش همراش میخوندن و کل سالون همراش میخوندن، بعد صدا بلند، یعنی اونش هم کر میشونه ما لابستم. آقا من الان یه خاطره دیگه، الان یه خاطره اندر خاطره شده. من مثلا بچه بودم، بعد مثلا تو اتاقم درس میخوندم، الان هر کاری میکرد فوتبال مثلا، بعد مثلا به خواهر یا برادرم مثلا میگفتم صدا تلویزیون کم کن، میگفتم سه که، یعنی صدا رو کم کن. آره اینو خودشون دیگه میگن. بعد خواستم میگم لا اصلا سه که صدا رو کم کنی دیگه، حالا اصلا کر میشدم. بعد میخواستم این نتیجه رو هم من اینجا چک کنم، روم نمیشه جلو مامانش. بعد گفتم خدایا مثلا این یواشکی این زیر مثلا میدیدم، مثلا میبینم بازی 2-1، بعد مثلا میزش این و بگم به به چقدر قشنگ. مامانم شوخی نداره. آره اصلا از اول تا آخر رو میخونه. آره میخوند باش. بعد اصلا من نگاه عقب یه نگاه کردم، همه باید حفظ میبوده، حواسش هم هست. من دوست دارم زندگی رو در این حد بلد بودم، فقط اونو دوست دارم زندگی رو. بعد یه چیز مشابه این، یک دوستی یکی از
خوانندگان درجه یک موسیقی پاپ من رو دعوت کرد. من خیلی مخاطب موسیقی پاپ نیستم، خیلی با شخصیت و درجه یک رفتم، باز من ردیف اول، همینجوری همه میخوندن، اونم خیلی من رو دوست داشت، از اول کنسرت داشت من رو نگاه میکرد که من بخونم. اینجا بود، من از اول داشتم اینجوری میکردم، معلوم نمیشه همه رو الکی لب زدم یه چیزایی. خیلی اینجوری هم تو کنسرت بعضی هاش درست بوده باشه، شعر رو پیش میاد یه ها یادم میره دیگه، مثلا چون فکر نمی کنم بهش که در لحظه میگم که مثلا دو ثانیه قبل معمولا فکر نمی کنم که قراره چی بخونم، بعضی وقتا که فکر می کنم قطعا یادم میره، بعد فقط نگاه می کنم ببینم کی داره درست میخونه. بعد خیلی هم تو کنسرت ها فهمیدم چرت و پرت میخونن. بله بله ما این بای آره قشنگ همین کار این آره این زیاده. آقا خیلی کیف کردیم با تون، سیروان عزیز و زانیار عزیز، ما میتونیم یه اسکایپ میخوایم بگیرنم اگر دوست دارید باشید با ما بابا باشید. داری کی باشه؟ آره ما یه خیلی بد شد الان کی باشه میگیم نه میخوایم باشه، یعنی مثلا یه لولی به بعد من نیستم دیگه. یه تصویر ببینیم، یه تصویر ببینیم با مهمانمونم ادامه میدیم و بعد دیگه با سیروان زانیار بعد از اون گفتگومو خدافظی میکنیم. الان کی باشه میخوای بگی نه ما نیستیم.